استارت میکنیم. خب تو این جلسه دوم میخوایم در رابطه با اینکه چجوری بعد از که اسکیچ رو یاد گرفتیم کشیدیم چیکار کنیم، ازش استفاده کنیم. گفتیم اسکیچ رو برای میکشیم که بتونیم حجم ایجاد کنیم. میام این مسیر استارت مکانیکال دیزاین پارت دیزاین. وقتی وارد محیط شدیم این دایره باکس ان شاءالله در آینده میگیم به چه شکلی اوکی میکنیم، وارد محیط پارت دیزاین میشه. الان این محیط چیه؟ پارت دیزاین هستش. خب همونجوری که قبلا گفتیم اولین کاری که باید بکنیم اینه که ما باید یک اسکیچ بکشیم تا بتونیم چیکار کنیم بهش حجم بدیم. من میام تو صفحه ایکس و وای طبق همون چیزی که یاد گرفتیم یه اسکیچ ساده میکشم، یه اسکیچ مثلا با طول عرض مشخصی میکشم، میتونم اندازه گذاری کنم. رنگ میتونه سفید باشه، رنگ آبجکت ها میتونه سبز باشه، اما بنفش یا اینکه رنگ قرمز تیره که قبلا صحبت کردیم نباید باشه. من یه چنین اسکیچ رو کشتم با این طول عرض مشخص، از محیط اسکیچر خارج میشم. وقتی خارج شدم تو درخت طراحی من اسکیچ یک رو میتونم ببینم و تو محیط طراحی هم باز به همیشه. توی محیط پارت دیزاین ما چند تا تولبار مهم داریم. یکی از تولبار مهممون تولبار چیه؟ اسکیچ بیس فیچر هستش که انواع حجم ایجاد میکنه. یکی درس هاپ است که درس هاپ میتونه حجمی که ایجاد کردیم عملیات خاصی روش انجام بده، مثل اینکه فیلت بزنیم چند فیر بزنیم. و اگه دقت کنی همه آیکوناش خاموش هست. چرا؟ چون هنوز حجمی نداریم. آره، اما اینا اگه دقت کنیم این یک در میون تقریبا میشه گفت که خاموش و روشن هست. چرا؟ چون یکی از دستورات حجم مثبت ایجاد میکنه، یکی از دستورات حجم منفی ایجاد میکنه. میخواد جواب بدید؟ نه. خب من میام اولین دستور رو میزنم، دستور پد. دستور پد تعریفش اینه یک اسکیچ رو مثل این در یک راستای مستقیم میکشه و ایجاد حجم میکنه. دستوری که زدیم یه دایلوگ باکس باز میشه. حتی بهتره موقع این زدن این دستور چیزی سلکت نداشته، چون میره خود اون موضوع رو سلکت میکنه به عنوان اینکه میخواییم پدش کنه. خب توی این قسمت اگه دقت کنیم چند تا چیز هایلایت شده. یکی لنز هست که 20 میلیمتر هست که حالا میگیم همون خوب میتونه باشه. یکی پروفایل یا سرفیس. در مورد سرفیس بعداً صحبت میکنیم. میگه پروفایلتون رو بگید که چی هستش. سلکشن نو سلکشن، من میگم که پروفایل من این باشه، یعنی اینو میخوام. دقت کن در طراحی اینجا چی پد اومده اینجا قرار گرفته. به محض اینکه این انتخاب میکنم، حالا از محیط طراحی یا درخت طراحی فرقی نمیکنه، جای این دوتا عوض میشه و در از اسکیچ میشه چیز زیر مجموعی. خب حالا من میتونم به اندازه 20 میلیمتر پد اینو ببینم. اگه پریویو کنم این اتفاق افتاده، اما عددی که تا حالا نمیدم یه لحظه ظاهر میشه. اگه خواستم مثلا میگم این 90 باید 100 میبود، روش دبل کلیک میکنم میتونم اعدادو همینجا همینجام دوره چیکار کنم تغییر بدم 100 میلیمتر، درست شد؟ و دوره پریویو کنم. پس همینجا هم دسترسی به اسکیچ دارم. نهایتاً اگه دقت کنید عددی که اینجا هست 20 میلیمتر، اگه من زیادش کنم پد من زیاد میشه. به اندازه چقدر؟ مثلا الان شد 57 میلیمتر. میتونم جانم اینا که شما داشتیم میکشیدیم بالا، خب بعد کشیده میشد. وقتی من امتحان میکردم کشیده نمیشد. خب اینجا الان میگم بهتون، ببینید اینجا یک کلمه لیمیت وان نوشته. لیم وان باید دقیقا رو کلمه لیم قرار بگیر، کلید سمت چپ موس رو بگیره، بیا کشید بالا بیا پایین. پس روی لیمیت، پس لیمیت رو ما میتونیم از اینجا تغییر بدیم. الان 100 شد، میتونیم از اینجا تغییر بدیم. پس عدد رو ما میتونیم هم اینجا تایپ کنیم، همین که به این شکل کم و زیادش کنیم، همین میتونیم اینجا بگیم گوش رو بگیریم بالا پایینش کنیم، درسته؟ پس به این شکل ما میتونیم چیکار کنیم؟ لیمیت رو تغییر بدیم. یه دونه پیکان اینجاست، اگه روش بزنیم جهت پد ما عوض میشه، به طرف دیگه میشه. این کارو با این ریورس دایرکشن هم میتونیم انجام بدیم. ببینید با اینم انجام بدیم، میگیم به طرف بالا پد بشه یا به طرف پایین. پس این پیکان هم برامون همین کارو، یک کلیک کنیم روش این کار انجام میشه. دیگه چه پارامتری داریم اینجا؟ میخوام یکی یکی پارامتر رو بشناسیم. یه پارامتری داریم اینجا، اگه مور رو بزنیم دایلوگ باکس میبینیم اینجا نوشته فرست لیمیت. مور رو که بزنیم این فرست لیمیت میشه سکند لیمیت. سکند لیمیت کجاست؟ اینجا میبینیم نوشته لیمیت تو. اینجا میتونیم گوشو بگیریم از این طرف هم بگیم برامون یه حج بده. خب 32 تا 32 میلیمتر هم از اون طرف، درست شد؟ درست. الان اگه ریورس بزنیم چه اتفاقی میفته؟ 32 میفته بالا،
و 85 میفته پایین، جاشون عوض شد. میتونیم رو پیکانم این ریورس رو بزنیم. خب اینو میتونیم صفرش کنیم، عدد بدیم صفر، فعلا همون صفر بمونه. خب اگه بخوایم پریویو روشن بشه، رو کیبورد تب میزنیم، پریویو روشن میشه، هوا خاموش بود. اما اینجا یه پارامتر دیگه داریم که میتونیم ضخامت تعریف کنیم، تیک. و اگه دقت کنید اینجا تین پد خاموش هستش، به محض اینکه اینو بزنم این روشن میشه. حالا این چیه؟ پریویو که کنم ببینید به چه شکلی در میاد، به شکلی یه قوطی در میاد شکلمون. با چه ضخامتی؟ ضخامت 1 میلیمتر هستش. ضخامت من میتونم زیادش کنم. نشه چی؟ تیکنس سوان الان 12 خیلی زیاد شد. تیکنس سوان مثلا 7 میلیمتر. خب تیکنس تو چیه؟ هر عددی بدم، مثلا اگه بدم 1 میلیمتر، 2 میلیمتر، 3 میلیمتر، 3 میلیمتر از هر 4 طرف قطعمون چی میشه؟ چاق میشه، بزرگتر میشه. خب جمع این دوتا نباید صفر بشه. میتونیم اینجا عدد منفی هم بدیم، میگیم مثلا منهای، حالا عدد اینجوری بدم، منهای 1 میلیمتر. ببینید نسبت به اسکچ 1 میلیمتر ما اینجا گپ پیدا کرد، مشکلی نداره. اما نمیتونیم بدیم منهای 3 چون هیچ ضخامتی واسه ما نمیمونه. خب پس دیدیم که باز تیکنس هم میتونیم چیکار کنیم، اینو به صورت قوطی در بیاریم. اگه تیکنس رو برداریم که شکلمون برامون توپور در میاد، فعلا هم میگیم همین توپور باشه، کاری باهاش نداره. پارامتر بعدی که داریم این هستش. ببینید من میگم اینجا باشه مثلا به اندازه 20 میلیمتر پدش کن. تایپ میکنم برای که پریویو روشن بشه، تبو میزنم پریویو روشن بشه 20 میلیمتر. اما اگه میرور اکستند رو بزنم به اندازه 20 میلیمتر هم به اون طرف برامون چیکار میکنه؟ پد میکنه. و اینجا اگه دقت کنیم یعنی که سکند لیمیت 20، اما بک‌گراندش چیه؟ توسی، قابل تغییر نیست. چرا؟ چون وابسته به اینه. هر تغییری که من رو فرست لیمیت بدم رو سکند هم داره میبینیم، اینجا هم اینجا داره میبینه اعمال میشه، درسته؟ اینجا ریورس دایرکشن هیچ مفهومی دیگه واسه ما نداره، چون 20 بالا 20 پایین، یا الان 25 پایین 25 را بالاست. خب پارامتر رو داریم یکی یکی میگیم ببینیم به چه در میخوره. بعد از که این کار کردیم فعلا میگیم که میرور اکسن نباشه، اینم باشه 20 میلیمتر. پریویو یه بار دیگه پریویو میذارم به این طرف، حالا جهتش هم اگه خواستیم میتونیم عوض کنیم به طرف بالا. حالا میگیم این اوکی. خب این اندازه رو الان دارید میبینید، اون اسکیچ خط سفید پشت هم دارید میبینید، اسکیچ 1. به محضی که اوکی کنیم دیگه اندازه ها رو نمیبینیم. حتی اسکیچ 1 دقت کنید بک‌گراندش توسی شد. اینجا رو ببینید این چی؟ یعنی رفته مخفی شد. من یک نکته تو پرانتز بگم اینجا، بعد ادامه پد رو بهتون میگم، پد هنوز مونده. پس یک نکته تو پرانتز، کت یا محیط طراحیش دو تا محیط داره، یکی محیط هایده، یکی محیط شو. محیط شو همینی که داریم میبینیم. محیط هاید کجاست؟ یه تولبار داریم به نام ویو. خب هم که اولش یه هواپیماست، درسته؟ این ویو یه آیکون آخرش اسمش چیه؟ سواب ویزیبل اسپیس. اینی که بزنیم میره چیزایی که مخفیه رو نشون میده، یه بار دیگه بزنیم اونایی که آشکاره. پس هر وقت بخوایم چیزای مخفیمون رو ببینیم روی این میتونیم بزنیم. پس یه بار میزنیم اون محیط، یه بار این محیط، درسته؟ درست. خب اما ما میتونیم بیایم رو خود این اسکچ کلی سمت راست رو بزنیم، بگیم هاید شو. اگه هاید شو میشه و برعکسش، خب ببینیم شو شد. میام رو خود پد کلی سمت راست رو میزنیم، میگیم برامون چیکار کن؟ هایدش کن. شو بود هاید شو، چون کلی هاید شو عمل برعکس رو انجام میده. میام رو خود محیط طراحی کلی سمت راست رو میزنیم، میریم تو محیط هاید، رو خود قطعه کلی سمت راست میزنیم. پس اینجوری نتیجه گرفتیم که ما میتونیم برای هاید شو کردن تو درخت طراحی یا تو محیط طراحی روی قطعه کلید سمت راست رو بزنیم، هاید شو رو فعال کنیم. درست. این مورد. مورد بعد این است که این آیکون دقیقا همونیه که کلید سمت راست رو هاید شو. من اینو که بزنم هر چیزی رو که سلکت کنم، اگه هاید باشه شو میشه، اگه شو باشه هاید میشه. مثلا میگم این اسکیچ من نمیخوام، بردش رو محیط هاید. میگم این پلین رو نمیخوام، ببینید پلینم اگر اینو بزنم و اونو انتخاب کنم، ببینید بک‌گراندش توسی شد، رفت مخفی شد. اگه برم تو محیط مخفی میبینم چیه؟ محیط هاید، میبینم اون اونجا. پس اینو دقت کنید، اینو تو پرانتز داشتیم که چیه؟ ما تو کتیا محیط هاید شدیم. پس اسکیچ کجا رفت؟ رفت اونجا. پرانتز بست. خب یه نکته دیگه هم بگیم بعد بریم ادامه کنیم. نکته دوم این است که طراحی ما پارامتریکه، یعنی همه اجزا به همدیگه چی داره؟ ارتباط دارن. یعنی چی؟
من میتونم بیام بگم اسکیچ یکو که قبلا کشیدم بیام روش دبل کلیک کنم وارد اون میشم، کو پدم نمیبینم، انگار اومدم مرحله اول کارم، مرحله دوم ایجاد حجم بوده. میتونم روی تغییر بدم، مثلا میتونم بگم این تور باشه به جای 50 باشه مثلا 60 میلیمتر اضافه کنم، خب یه تغییر ایجاد کردم. میتونم بگم یه گوشش مثلا فیلت بخوره، حالا یا کورنر، میگم این گوشه واسمون چیکار کنه کورنر داشته باشه، یه تغییر میدم، درست شد؟ میتونم بیام یه چیز اضافه کنم، مثلا میگم که یه دایره اینجا اضافه کن، حالا اندازه بدم یا ندم. وقتی که خارج میشم ببینید تمام اون تغییرات روی پد اعمال میکنه، این یعنی طراحی من پارامتریکه، یعنی اجزا به هم دیگه وابسته، حجم من وابسته به اسکیچ هستش، درسته؟ و به همین ترتیب البته باید تغییرات رو جوری بدم که منطقی باشه، اگه غیر منطقی باشه قابل اجرا نیست. مثلا من میام روی اسکیچ میگم این دایره رو به جای که اینجا بکشیم، اینو پاکش میکنم، دایره رو اینجا بکش. خب این اگه خارج بشم ارور میده، چرا؟ چون نمیدونه اینجا رو باید حجم ایجاد کنه، این وسط رو یا اینجا رو، ببینید. پس باید تغییرات منطقی باشه، پد ایراد گیره. که من میگم ادیتش کن این تغییر رو، بعد پیغام به این میده که چه مشکلی داره. من میام از همینجا این آیکون رو میزنم وارد اسکیچ بشم، مثلا اگه میخوام یه حجم اینجوری داشته باشم، حالا میتونم چیکار کنم؟ بیام اضافه هاشو تریم کنم، بگم مثلا این نباشه، درسته این نباشه و اینم نباشه، اون وقت از این خارج میشم، اوکی حجمم به این شکل ایجاد شد. پس باید چیکار کنم؟ موقع ادیت جوری ادیت کنم که مشکلی برای من ایجاد نکنه. خب اینم نکته دوم، پرانتز بس، من این فیلم رو همجور تمامش کنم، حجمش